برای چی اینقدر فرق داره؟ یعنی چی؟ هزینه های چی؟ یعنی چی؟ ببین فکر کن، اجازه به شلوغ نکن. عوامل تولید به چی بسته؟ شما برای تولید گندم بذر گندم میخواید. اگر 100 تن گندم تولید کنید 1 تن گندم بذر میخواید. اگر 1000 تن تولید کنید 10 تن میخواید. نسبیه، پس فرقی نمی کنه. دوباره فکر کنیم، این حالت اگر کارخونه به یه مقدار معینی تقاضاست، 1000 عدد، اگر کارخونه ما کوچیک باشه و 1000 تا رو بفروشیم 8 دهم سود میکنیم، اگر کارخونه ما بزرگ باشه و 1000 تا رو بفروشیم 2 دهم سود میکنیم. برای چی؟ بگم کلیه، 1000 بار بهتون گفتم، نه کلیه، یه کمکی جزئی تر دارم میشنوم. هزینه های سابق بازم کلیه، اینا بیشتر برای تلویزیون خوبه یه حرفاتون. هر وقت روزنامه مصاحبه کردم با اتون این چیزهای کلی رو بگیم، تلویزیون حتما بگیم، چون کسی نکوش میده میفهمه، نه شما بخواهی بفهمه حلکی، ولی در کلا تو امتحان رو بنویسیم اینا رو بنویسیم نامه در میگیره نا کلی نگیم. این شد این شد هزینه استعلاد چی بود؟ خودتون دو هفته بیشتر نگذشته 1% ثابتی از قیمت کل کارخونه. کارخونه ما اینجا 10000 تا میتونه تولید کنه، تقاضا 1000 تاست. حالا اگه بزرگ باشه استهلاکش، چون درصد ثابتی از قیمت کار هست، زیاده از این استهلاکش، پس قیمت تمام شدهش بالاتره. قیمت تمام شده بالاتر یعنی سود کمتر. فقط به خاطر چی؟ به خاطر استهلاکش. استهلاک کارخونه ای که 10000 تا میتونه تولید کنه، مثلا فرض بکنیم اگر که مثلا 1000 تومن در سال باشه عدد، استهلاک کارخانه که 5000 عدد میتونه تولید بکنه در سال، مسلما 500 نیست ولی از 500 هم بیشتر. حالا بستگی داره که طبق تقاضای ما چقدر باشه. اگه تقاضای ما 5000 تا باشه خب بهتره اینو داشته باشیم. اگه 5000 تقاضا داشته باشیم و این کارخونه رو داشته باشیم، ما 1000 در سال باید تقاضا بدیم، پول استهلاک بدیم. خب کارخونه ای که 1000 تن تولید میکنه استهلاکش بیشتره، فرض کنیم کارخونه 2000 تنی، حالا بگیم هزینه سالانه، فکر کنیم کارخونمون 2000 تنیه، خب هزینه سالانه استهلاک، اگر این کارخونه ما روزی 500 تن تولید کنه استهلاکش بیشتره در سال، یا روزی 1500 تن تولید کنه، کدوم؟ اگه همین یه جمله را از تمام این کورس ما شما با خود تو خونه ببریم، ما تقریبا بسیم همین یه جمله را چه فرقی نمیکنه؟ استهلاک هزینه ثابته، بر واحد زمان ثابته، اصلا فر نه بلند مدت داره نه کوتاه مدت داره. استهلاک هزینه ثابته، در واحد زمان ثابته، یعنی در سال ثابته، در روز ثابته، در قرن هم شما اینقدر استوری بلند مدت باشه در قرن هم ثابته، ولی هزینه استهلاک بر واحد تولید متغیره. یعنی اگر حالا شما بگین کارخونه 2000 تنی ما روزی اگر 1000 تن تولید کنه،
تونی فلان قد هزینه تولید استهلاک بشه. اگر 2000 تن تولید کنه هزینه استهلاک بر تن کمتره. پس بهتره که هرچه بیشتر تولید بکنه هرچه بیشتر بفروشه، یا اگر تقاضا کم بود کارخونه را کمتر متناسبه با تقاضا بزنه. برای اینه که اصلا این مسئله به وجود اومده، اگر نه که نبود که. خب حالا سود کارخانه کوچک با تقاضای بالا، سود کارخانه کوچک با تقاضای زیاد در دو سال اول هر سال 9%. این خوب دقت کن، این چرا اینطور شد؟ ببینیم فرق بین سومی و چهارمی چیه. مگه ما کارخونمون کوچیکه؟ بعد چیکار کردیم؟ معلوم میشه این کارو کردیم دیگه. تقاضا زیاد بوده، عرضه کم نبوده، تقاضا زیاد بوده، عرضمون مشخص همون گرد، تقاضا زیاد بوده، بازارمون داغ بوده، قیمت بردیم بالا. مثل این که بنابراین بیشتر سود کردیم، همون کارخونه فقط تقاضا کم بود. خب با همین شرایط در 8 سال بعد دقیقاً سود کارخانه کوچک تقاضای زیاد در 8 سال بعد، چون ما اومدیم مرحله مسئلمون رو به دو قسمت کردیم، گفتیم 2 سال و 8 سال. گفتیم که میا این که گفتیم ما اگر که در مرحله اول تقاضا زیاد بود که خب هیچ، و کارخونه بزرگ زده بوده هیچ انجام شد، اگر که تقاضا زیاد بود و ما کارخونه کوچک زده بودیم مرحله دوم توسعه میدیم، مرحله هامون رو دو قسمت کردیم، 2 سال و 8 سال. به جای یه دفعه بگیم 10 سال، دو قسمت کردیم که 20 که من بیاد. حالا این هست 5 دهم. این چرا اینطوری شد؟ این نشان دهنده چیست؟ خوب دقت کنید، سومی و چهارمی و پنجمی 3 عدد در مورد مسئله به ما داده. چی نشون میده بشون؟ آفرین، اینه میگن کلگویی نکردن. اینطوری بنویسی نمره نداره. بگیر با ما 8 صفحه پر کردیم، ولی 8 صفحه پر از خالی، پر از هیچی به در نمیخوره. کلگویی اصلا نکرد. ببینیم ساده این نشان دهنده اینه که در 2 سال کارخونه ما کوچیک بود و تقاضا کم بود که هیچی. 2 سال تقاضا رفته بالا، سوددهی رفته بالا. سوددهی رفته بالا. الان من گفتم بریم مایکرو اکونومیکس رو بخونیم. در اونجا سود معمولی داشته و سود ابنورمال داشته. سود معمولی در این صنعت الان چقدر؟ 8 دهم دیگه. بسیار معمولی.